من هرگز اون لحظه جدایی را از بروجردی فراموش نمی کنم که حاج احمد بروجردی می گفتن دعا کنید شهید بشید، ایشون می گفتن انشاءالله. اولای جنگ بود، کوپن بنزین نبود، ما رفتیم خونهشون باختران. بعد زمستون بود و خیلی هم هوا سرد بود، بنزین نبود. آقای بچه ها گفتش که به حاج آقا بگیم یه دونه کوپن به ما میده بریم بروجر بعد بگیریم بهشون بدیم. گفتم فکر نکنم بده. گفتش که چرا، مگه میشه نده؟ گفتم آره. گفت تو ماشینش پر کوپنه. گفتم باشه نمیده. گفت خب حالا شما بگو. گفتم باش. من گفتم حاج آقا یه دونه از این کوپناتون بده ما بریم بروجر، تشریف آوردیم میگیریم به شما میدیم. گفتش که ببخشید خونه قاضی گردو بسیاره ولی شماره داره، ما این کوپونا رو شما دیدی اینجا، اینا مال بیت المال، من نمیتونم دستش بزنم، عمری زحمت کشیدم. گفتم چرا، خب ما میدیم. گفتش شاید من الان رفتم و شهید شدم، بعد من چطور کوپونا از شما بگیرم بدم؟ رفتارش که بسیار خوب بود حاجی آقا، اصلا نمیشه گفت چقدر خوب بود، از نظر اخلاق و از نظر اصلا همه چیش، تقواش اینا، یعنی از اون کوچیکیش ایشون اصلا مشخص بود راهش چه شکلیه، همه چیش اصلا از اون کوچیکی مشخص بود. برای ما مثلا حکم یه 70-80 ساله رو میکرد، اینقدر درست تو خونه معلمی بود که همه چیش درست بود برای ما. شهید سردار سرلشگر پاسدار محمد بروجردی در سال 1333 در دره گرگ، یکی از روستاهای شهرستان بروجرد، دیده به جهان گشود. بروجردی 29 بهار را بیشتر به چشم ندید و شاید بهتر که بگوییم 29 خزان را، چرا که این فرزند رشید دین محمد در تمام زندگیش از کودکی تا هنگام عروج همواره دست به گریبان در نبردی سخت با سرمای شکننده فقر، جهل، تجاوز، ستم و ریا بود. در کودکی مبارزه با فقر را آموخت، چنان که در گیرودار آن استقلال، توانمندی، اتکا به نفس و توکل به حق ملکه ذهنش شد و هنگام با قد کشیدن و بزرگ شدن نیز آموخت که چگونه با جهل که پرده سیاه همیشگی بر چشمان حقیقت است جدال کند. بودن و رشد کردن در دامان مادری فداکار و با ایمان، از محمد کوچک جوانی ساخت مؤمن که از گوشه کارگاه کوچک تشک‌دوزی در اوان نوجوانی جهان را تحت تسخیر ستمی دید که تاب تحمل آن را نداشت. و از اینجا بود که محمد شد محمد فرزند انقلاب، محمد فرزند امام، و انقلاب نبرد به همراه داشت و نبرد این میدان جنگی نابرابر به دنبال داشت و نبرد و جنگ مرد می طلبید و محمد مرد نبرد بود، مرد میدان. کردستان بیش از هر خاک دیگری نام محمد بروجردی را به خاطر دارد، چرا که در تمام سالهای سخت جنگ کردستان تربت پیشانی محمد بود، مگر نه این که خودش گفته بود من به این مردم محروم و ستم دیده علاقه دارم و تا زنده ام در کردستان میمانم. اما خیلی بیشتر از اینها و شاید بیشتر از اینها نام محمد بروجردی را باید بر صفحه نخست شناسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جست و رد او را در خونسای بلواهایی چون بلوای ترکمن صحرا، کودتای نوژه و مبارزه با منافقان و التقادیون لیبرال را دوم.